سلام به همه دوستان خوبم آغاز هفته خوبی رو برای دوستانم در ایران آرزو میکنم و امیدوارم دوستانم در آمریکا، اروپا و کشورهایی که شنبه و یک شنبه تعطیل پایان هفته خوبی داشته باشن اول آذر ماه 1399 21 نوامبر 2020 در روزهای گذشته یک خبری در بعض از رسانه های معتبر بینالمللی منتشر شد در مورد ترور مرد شماره دوی القاعده در تهران توسط نیروهای اسرائیلی به سفارش آمریکا حالا البته این خبر خیلی هم نمیدونم چقدر دقیقه اینکه که ما فکر کنیم مثلا اسرائیل مأمورانش رو به خطر میندازه برای مأموریت آمریکا نمیدونم چقدر درسته خود اسرائیل بعید نیست کار کرده باشه کما اینکه اخیرا مشخص شد در تا قلب ایران نفوذ کرده و در نیروگاه نتنز خرابکاری انجام داده ولی به هر حال این خبر در رسانه های منتشر شد که معمولا رسانه های معتبر تلقی میشن تاریخی که نقل شده برای کشتن این آقای عبدالله احمد عبدالله معروف محمد المصری دقیقا تاریخی که قبلا در رسانه های جمهوری اسلامی مطرح شده بود که یک فرد لبنانی و دخترش در خیابان پاسداران در حوالی منظر ابو مهدی المهندس نفر دوم هشت که همراه قاسم سلیمانی سال گذشته کشته شد در حمله موشکی آمریکا به خودروشون در عراق در حوالی منزل ابو مهدی المهندس گفتن یک آقای لبنانی و دخترش کشته شدن اسم هم گفتن حبیب داوودی و مریم داوودی حالا نمیدونم این اسم چقدر شبیه اسم لبنانیه که حبیب داوودی و مریم داوودی نمیدونم ولی به هر حال این چیزی در رسانه های ایران گفته شده و بعضی از فعالان رسانه ای غیر حکومتی هم این خبر رو منتشر کردن خب از اون بعد هیچ خبری منتشر نشد که حالا فقط گفتن که جنازهشون در یک خودرو ال 90 پیدا شده گفتن موتورسواری سواری اومده با 5 زر... گلوله شلیک کرده که چهار تاش به اینا اصابت کرده و کشی شدن و به هر حال فرار کرده هنوز هم بعد از حدود سه چهار ماه از موضوع هیچ خبری منتشر نشده که چه سرنوشتی پیدا کرد قاتل یا قاتلین یا از کجا بوده بعد گفته شد که این دو نفر از اعضای حزب الله لبنان بودن که در ایران هستن در جمهوری اسلامی هستند نانخور مردم ایران و مهمان نظام جمهوری اسلامی مهمانی از جیب ملت ایران دقیقا در همون تاریخ 17 مرداد که ادعا شد دو لبنانی کشته شدن و بعدا گفته شد که حزب الله لبنان بودن حالا برای همون تاریخ رسانه های خارجی اعلام کرد رسانه های غربی ازشون اعلام کردن که اسرائیل در اون تاریخ نفرش شماره دو القاعده به نام عبدالله احمد عبدالله معروف به محمد المصری رو در تهران ترور کرده یک سازمانی هم که شبکه حراس دین که ظاهرا وابسته به القاعده هست روز پنجشنبه 19 نوامبر این خبر رو تایید کرده تصویری که از این آقا منتشر شده رو ببینید این آدمی که گفته شد به نام عبدالله احمد عبدالله معروف به محمد مصری که در لیست افراد تحت تعقیب آمریکا هم بوده بلا فاصله بعد از انتشار این خبر رسانه های ایران شروع کردن استناد کردن به یک خبر دیگه که در حدود مثلا یک ماه پیش در رسانه های آل کمتر از یک ماه 24 اکتبر یعنی حدود 4 هفته 3 هفته حدود 24 روز قبل در رسانه های ایران منتشر شد به نقل از بعض از مقامات افغانستان که یک فرد ایران مصر المصری ده که اون هم گفته شد نفر شماره دو القاعده بوده در قزنه افغانستان کشته شده بعد از انتشار خبر ادعای نیویورک تایمز و بعض از رسانه های غربی در مورد کشتن نفر شماره دوی القاعده توسط اسرائیل در ایران رسانه های ایران شروع کردن استناد کردن که این خبر دروغه چون ما قبلا اعلام کردیم که المصری در خود افغانستان در ایالت قزنه کشته شده خب ببینید حالا من بهتون میگم اه اون کسی که در افغانستان کشته شده و خبرش هم همین الان برید در رسانه های ایران هست در رسانه های دیگه هم هست ابو محسن المصری معروف به حسام عبدالرعوف اینی که الان ادعا شده که کشته شده عبدالله احمد عبدالله معروف به محمد المصری یک المصری رو گرفتن میگن چون این این المصری اون المصری پس این همونه پس اسرائیل دروغ میگه که المصری از تهران ترور شده چون المصری قبلا ترور شده بوده خب حالا تصویر این آقا رو ببینید که مشخصا هیچ شباهتی به اون نداره حالا اگه در کشور دیگه بود میگفتن یه المصری به المصری خب شبیه همه خب باور میکرد اما در ایران که الحمدلله انقدر اسم مشترک زیاد آمولی جوادی آمولی حسنزاده آمولی آملی لاریجانی و از این اسم‌ها فرابون دارن آمیرزا هاشم آمولی و از فرابون موسوی تبریزی یه سید حسین موسوی تبریزی قاتل که وابسته به اصلاح طلبان در دهه 60 دراستان کل انقلاب بود یه سید محسن موسوی تبریزی که اتفاقا آدم بسیار آرومی بود نماینده مجلس بود یه سید ابوالفضل موسوی تبریزی که در دوره یزدی داستان کل کشور رو هیچ نسبت هم با اینو نداشت تا اگه من بخوام الان ردیف کنم 10 تا حداقل موسوی تبریزی در حکومت جمهوری اسلامی داشتیم و داریم خب حالا حداقل اینها نمیتونن از این ادعا بکنن به معنی که حالا چون دو نفر اسمشون المصری بوده پس یه نفره اسم اصلا هیچ شبا... یکی معروف به المصری اون که اسمش المصری بوده معروف به حسام عبدالرؤوف ولی من اصلا میخوام فرض رو بذارم که جمهوری اسلامی درست میگه یعنی اون کسی که کشته شده نفر شماره دو نبوده و دو تا لبنانی بودن در تهران در خیابان پاسداران در هوا... بسیار نزدیک به وزارت اطلاعات اینا ترور شدن خب معنیش چیه جمهوری اسلامی که ادعا میکنه که در تمام سازمان های جاسوسی غرب نفوذ اسرائیل نفوذ داره در همه دنیا نفوذ داره و ادعای امنیت بالا میکنه هیچ فرق نمیکنه چه اعضای القاعده پناهندش بودن و کشته شدند چه اعضای حزب الله لبنان پناهنده بودن و کشته شدن نشون ناتوانی جمهوری اسلامی علی رجزخانی هایی که میکنن نشون ناتوانیشون در تامین امنیت مهمانانشون است پناهندگانی که از جیب ملت ایران براشون خرج میکنن برای روز مبادا که برای مراشون ماجراجویی کنن کار تروریستی انجام بدن در جاهای دنیا باجگیری کنن گروگانگیری گروگان کنن برای پی، پیشبرد اهداف خامنه ای پیشبرد شهوات سیاسی خامنه ای هر کدوم که باشه هیچ از فرقی نمی کنه هر کدوم باشن تروریستن چه حزب الله لبنان چه القاعده و هر دوشون مهمان جمهوری اسلامی بودن و جمهوری اسلامی در تامین امنیتشون ناتوان نکته مهمش اینه به جایی که ما حالا بحث کنیم که اسرائیل راست میگه یا جمهوری اسلامی راست میگه من معتقدم اصلا فرض رو میذاریم که جمهوری اسلامی راست میگه قطعا امنیت اعضای حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی مهمتر از امنیت اعضای القاعده است این معنیش این نیست که اعضای القاعده در ایران نیستن حالا من در حضور اعضای القاعده در ایران هم براتون صحبت میکنم ولی به هر حال اگر جمهوری اسلامی مهمان القاعده داشته باشه و مهمان حزب الله لبنان حتما حفظ امنیت اون مهمان حزب الله لبنان براشون مهمتره و اینکه کشته شده نشون ناتوانی جمهوری اسلامی در ایجاد امنیته حالا بعد هم اومدن میگن که بعضی از سخنگویان بسیار سبک مغزشون میگن که خب چرا اسرائیل اومده در ایران اصلا ترور کرده حالا چه حزب الله لبنان چه القاعده ببینید من نمیگم باب ترور در خارج از کشور جمهوری اسلامی باز کرد اما جمهوری اسلامی به کرات در خارج از کشور ترور انجام داده از ترور رستوران میکنوس در آلمان سران کرد ترور بختیار در فرانسه ترور خلبان مرادی ترور خلبان محمدی ترور بسیار از افراد در خارج از کشور ترور فریدون فرخزاد روانشاد و بسیار از افراد دیگه یعنی اگه بخوام ردیف بکنیم در گوشه و کنار دنیا جمهوری اسلامی ترور انجام داده یک مورد فقط در آمریکا در اول انقلاب انجام دادن و بقیه در اروپا و کشورهای دیگه در ترکیه مسعود مولوی رو ترور کردن یا آدم دزدی کردن پس اینا نمیتونند ادعا کنن که چرا کسی دیگه اومد ای که خودشون حاکم کردن اینها رفتن نخست وزیر رژیم سابق رو در فرانسه کشتن سران, حزب کرد... سران احزاب کردی رو با نامردی دعوت کردن به مهمانی برای مذاکره و در رستوران رفتن کشتنشون بریدین دارابی برای چی در آلمان نزدیک 20 سال زندان بود وکیلی برای چی در فرانسه زندان بود حالا اینا که جمهوری اسلامی بعضی وقت که تکسیب بی‌مورده. من اه حالا یه روزی اسم طرف رو هم خواهم گفت الان خاطر که ایرانه آقای خاتمی اولین دیدارش از وزارت اطلاعات رسما در جمع مدیران وزارت اطلاعات محکومشون کرد اقدام وزارت اطلاعات در ترور بختیار رو این چیزی که رسما گفته شده پس اونایی که تاکسی میکنن هیچی شما تلویزیون آقای یامین پور یادتون میاد که با انیس نقاش صحبت کرد و انیس نق... و به صراحت اونجا گفت آقای انیس نقاش رفته بود بختیار رو ترور کنه موفق نشد این یه رو هم ببینید من کجا بودم تو زندان هیچ قدرت نداشتم من اینو توی پرانتز عرض کنم برای بینندگانی که نمیدونن آقای آنیس نقاش تو زندان چه کار میکرده در فرانسه آقای نقاش یک سال پس از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای یک عملیاتی آزم پاریس میشن اشکالی نداره بگم با... ماجراش رو گفته شده برای به درک فاصل کردن نخست وزیر شاه شاپور بختیار به پاریس میرن و هر چند اون عملیات انجام نمیشه مرحله اول متوقف میشه ولی ایشون در فرانسه بازداشت میشن پس حداقل در تلاش جمهور اسلامی برای کشتن مخالفین خودش در خارج از کشور تردید وجود نداره ضمن که هیچ تردیدی وجود نداره که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم بختیار رو کش هم سران احزاب کرد رو کش هم فریدون فرخزاد رو کش و دیگران رو خلبانی که خلبان محمدی خلبانانی که از کشور خارج شده بودن حالا به هر دلیل پراهنده شده بودن عراق و بعد بودن در ایتالیا یکیشون رو کش یکیشون در از کشورهای اروپایی اما اگه حتی اینها رو هم فرض کنیم جمهوری اسلامی راست میگه که ترور نکرده در مورد ترور بختیار در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی آقای یامین پور از عناصر اصلی حزب الله اومده نشسته جلوی انیس نقاش و میگه اجازه دارم بگم و اونم گه میگه ایشون رفته بختیار رو ترور کنه و موفق نشد خب این که پس کسانی که میگن چرا اسرائیل ترور کرده اسرائیل هم جاپای جمهوری اسلامی گذاشته خیلی جای گله وجود نداره اما در مورد حضور اعضای القاعده در ایران هم شما میگم ببینید خود جمهوری اسلامی تکذیب نمیکنه یعنی قبول دارن زندانیانی داشتن حتی بعضی از طرفدارانشون دیدم یکی از طرفداران خیلی سینه چاکشون اخیرا یک مقاله هم در که در آمریکا هست مقاله نوشته و استناد کرده به اینکه اینها در ایران بودن ایران میخواست تبادل کنه با بعضی از افراد در آمریکا و آمریکا زیر بار نرفت قرار ایران گفته بود که نه در آمریکا کسانی که تحت کنترل آمریکا بودن در واقع سران مجاهدین در اردوگاه اشرف در عراق اونا رو آمریکا بده به ایران ایران هم سران القاعده رو تحویل آمریکا بده این چیزی که یکی از طرفداران سبک مغز جمهوری اسلامی هم اخیرا اعتراف کرده بش در این مقاله ای حالا اینات بماند خبرهای متعددی وجود داشته که سران القاعده در ایران بودند در مورد کسانی که کس از به هر حال از گروه های اگر هم رسما القاعده نبودند ولی گروه های طالبان نزدیک طالبان مثل گلبدین حکمتیار و دیگران سالها در ایران بودند من اینو شخصا در سال 82 یا 81 از مهدی کروبی رئیس مجلس شنیدم گفتش که زندانیان القاعده که در زندان اوین هستند که بعد اونها آزاد شدن غذای پخته شده در زندان رو نجس میدونن و نمیخورن و گفتن گوسفند باید بیارید خود اون بکشیم اینجا غذا درست کنیم گوشتی که شما میپذید چون ما شما رو نجس میدونیم گوشتون رو نمیخوریم یعنی اینم در واقع پاسخ مهمان نوازی جمهور اسلامی بود یعنی به هر حال به تواتر گفته شده در مورد حضور القاعده در ایران اینا حضور داشتن حالا پس خیلی بعید نیست که یکی از سرانشون هم در خیابان پاساران تهران حضور داشته و کشته شده اما تکرار میکنم حتی اگر اون حرفی که زده شده دروغ باشه و طرف از اعضای حزب الله لبنان باشه نه از اعضای القاعده باز هم در واقع آشکار شدن ناتوانی جمهوری اسلامی در ایجاد امنیت برای پناهندگان خودشه اگر جمهوری اسلامی نمیتونه امنیت نیروگاه اتمی خودش رو تامین کنه اگر نمیتونه امنیت مردم خودش رو تامین کنه این همه جنایت در ایران داره که انجام میشه اگر نمیتونه امنیت قاضی خودش رو تامین کنه میکشنش اگر نمیتونه امنیت امام جمعه خودش رو تامین کنه امنیت پناهنده خودش رو هم که آورده اونجا و از جیب ملت ایران خرجش میکنه در بهترین نقطه خیابان تهران در خیابان پاسداران باشه خونه داره امنیت اونها رو نمیتونه فراهم کنه اما من صحبتام واسه پایان بدم این صحبتی که اینا میان میگن که این المصری که در اسمش اومده به عنوان مرد شماره دو القاعده که, که کشته شده دروغ میگن در افغانستان کشته شده گفتم که در واقع تکذیب خیلی مسخره و تنظامیزه اصلا دو تا اسم متفاوت دو تا چهره متفاوته ولی به هر حال اینا برای اینکه فکر میکنن ممکن ممکنه خیلی از مردم فقط خبر رو خلاصه بخونن یه جا گفته المصری در افغانستان کشی رو در ای ولایت غزنی و یه جمع گفته شده که المصری در تهران کشی شد میگن خب خبر مربوط به کشته شدن المصری در افغانستان زودتر مطرح شد از اون خبر درسته و یه یعنی افتاد که چند سال پیش محسن اجهی مصاحبه کرده بود در مورد مثلا فلان کس ساده یکی از, از روحانیون مخالف حکومت رو گفته بود من یه فیلم ازش پخش کردم که نشسته زیر از اون آقای علی اکبری که ادعا داشت مثلا کارهای خیلی با نمیدونم اسم کاراش نمیدونم چیه که مثلا حرکات انجام داد حرکات مثلا روان درمانی به هر صورت زیر دست اون نشسته بود و بعد از اینکه کاراش انجام میشه یک توصیه مفصلی محسن اجی برای اون نوشته بود گفتم اگه کسی ساده لوح باشه محسن اجی و بعد اشاره که محسن اجی فقط ساده نیست دادستان گازگیر هم هست برای اینکه ایاتون باشه شانه سرخیز رو گاز گرفته بود و قندام به طرف پرتو کرد و گفتم در ضمن ابوالفشن هست پسر ایشون اینو اومد در یک هم مصاحبه گفتم و هم در مقاله نوشتم نوشتم پسر ایشون معروف به اینکه فشن در تهران انواع لباس‌های عجیب غریب می‌پوشه ماشین عجیب غریب سوار میشه چند روز بعدش محسن مصاحبه کرد گفتش که بعضی اومدن گفتن که برادرزاده من فلانه من برادرزاده اصلا ندارم یعنی من گفتم پسرش اومد گفت برادرزاده حالا اینا اومدن یک تکسیبی می‌کنن در مورد چیزی که اصلا وجود نداره اون ابو در واقع مرد شماره دو القاعده که اسرائیل ادعا کرده در تهران کشته عبدالله احمد عبدالله معروف به محمد در اونی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه در افغانستان کشته شده ابو محسن المصری معروف به حسام رفه. خب اینو در واقع باید پاسخ باشه برای کسانی که میان میگن جمهوری اسلامی در هر چیزی که ناتوان باشه در ایجاد امنیت موفقه بدونید اینها باز همونطوری که میگن پیشرفت موشکی جمهوری اسلامی کرده میبینید در دفاع از عناصر خودش و عناصر دولت مورد حمایت خودش سوریه ناتوانه مرتب اسرائیل داره بمبارانش میکنه میگن در ما رفتیم در سوریه جنگیدیم برای اینکه داعش و دشمنان وارد کشور نشن میبینید تا قلب کشور دشمنانشون میان و نیروگاه اتمی رو به صدمه میزنن میان در تهران پایتختشون در نزدیکی وزارت اطلاعات آدم میکشن این برای کسایی باشه که میخوان خودشون قانع کنن میگن جمهوری اسلامی اگر در تأمین معاش مردم ناموفقه اگر در, ت... در, پیشرفت کشور ناموفقه حداقل امنیت فراهم کرد نه خیر امنیتی که در ایران وجود داره به خاطر خود مردم و بخش امنیت پلیسی که با سرکوب همه چیز تا حدی آرام نگه داشتن اما اونجایی که اتفاقا برای خودشون خیلی اصولی و سرنوشت سازه در تامینش ناموفقن تا برنامه بعدی خدا نگهدارتون